منطقه جنگی. خدایا دستم به دامنت، از این جلوتر نمیتونم بیام. قربون جلال جبروتت، قربون اون بزرگیت برم. این خطر یه جوری از سر ما رد کن، ما طاقت نداریم. 500 تومن صدقه نظرت که سالم برگردم. یا خود، ما گرفتاریم، زن، بچه، پدر، همه چشمران، ما رو دریا. چاره نداریم، باید برگردیم. برگردیم؟ بله، مجبوریم. یعنی من دور بزنم؟ آره دیگه، برگردید. خیلی بد شد. نصب کرده بودم وقتی اومدم خط مقدم جبهه 500 تومن در راه خدا بدم. خدایا شکرت، تو چقدر خوبی. خب اول برم اهواز یا اینکه یه سر گازشو بگیرم و برم؟ برو ستاد تبلیغات جنگ. کجا برم؟ اهواز، ستاد تبلیغات جبهه و جنگ. خب برای چی؟ باید دو تا کارت تردد ورود به منطقه جنگی تهیه کنم. شما همینجا باش، من برم کارتا رو بگیرم و بیا. کارت تردد دیگه چیه خداشون؟ قرار ما که منطقه جنگی نبود. من که خط مقدم نمیرم. خلاص. حالا هر چند تا دلت میخواد کارت تردد بگیر آقای کمالی. چجوری میخوای بری؟ آقا رو متاسفم. آقا منم متاسفم. شما چرا متاسفی؟ باور بکنید اصلا قصد نداشتم شادی شما رو خراب بکنم، ولی
شرمنده هم. آقا یکم دیگه کشش بدی من سکته میکنم، تو رو خدا حرف بزن ببینم چی شده. هیچی، حاج آقا سلیمانی نیست، رفته خط. خب کارت تردد رو باید از اون میگرفتیم، حالا معلوم نیست که بر میگرده. راست میگی؟ خب حالا چیکار کنی؟ هیچی دیگه، باید برگردیم تهران. تهران؟ ای دادی بیداد، دیدی چه خاکی به سرمون شد؟ افتضاح شد، افتضاح. ببینید آقای مشکی، اینقدر مهم نیست، فلای سرت این شده دفعه بعد. آقا چیچی رو مهم نیست، ما بیچاره شدیم، بدبخت شدیم. اصلا خودتون ناراحت نکنید، باور بکنید من تمام سعی خودم رو کردم، من احساسات شما رو درک میکنم. نه آقا، شما اصلا احساسات من رو درک نمیکنید، شما نمیدونید من رو بدبخت چی دارم میکشم. گفتم که اصلا مهم نیست. ببینم شما دنبال چی میگردید. خدایا خودت رحم کن. این خواست همون خداست عزیز من، شاید حکمتی توش بوده. اعتراض به خواست او اصلا درست نیست آقای مشکینی. خواهش میکنم بیا برگردیم تهران. بله چاره نیست، باید برگردیم. میدونم مشکله، چاره نداریم. ولی آقای کمالی من آخه چجوری برگردیم؟ میدونم خیلی مشکله، ولی راه دیگه ای نداریم، بدون کارت هم که هیچ جا نمیتونیم بریم. آخه مسئله سر اینه که ما با کارت هم جایی نمیتونیم بریم. برای چی؟ چیزه، یعنی شما که رفتی من همین جوری یعنی استارت زدم دیدم روشن نمیشه. خب مسئله نیست، این بعضی موقع ها ادا در میاره، یه چند تا استارت بزنی روشن میشه. سویچ روشه؟ الان یکی گنده شدی. بله همون جاست. چرا خبر نداری؟ چند تا که سهله، صد تا استارت هم بزنی روشن نمیشه. آقا یه لحظه استارت نزنید، من یه تیکه سیم پیدا کردم الان درستش میکنم. تعجب میکنم این چش شده. سید، سلام سید. آقای کمالی چطوری شما؟ چطوری هستی؟ شما کجا؟ اینجا کجا؟ بابا دلم برای تنک بیرون اومده، یه کارت بگیریم. دست بشکنه صادق، یکی نیست بپرس عقلت کم و مرد به ماشین چی کار داشتی؟ خیلی آقای مشکی بند بعد نیست با آقا سید ما آشنا بشی. این آقای مشکینی همکار ماست، سرور ماست، هر چی ازش تعریف کنم کم گفتم، عاشق جبهه و جنگی. از چهرهشون مشخصه، نور بالا میزنه. اختیار دارین، ما مخلصیم، چاکرت همه سربازیم. همین چند دقیقه پیش به خاطر اینکه نتونستم کارت تردد جور کنم حسابی حالش گرفته شد، داشت پس میافتاد. کارت تردد کجا؟ منطقه جنگی دیگه، سمت کرخه. خب ایشالله جور میشه، شما یه بار دیگه سر بزن. ولی حاج آقا که نیست، کی دیگه میتونه کارت بده؟ این حرفانی آقای مشکینی، اگه بخواد جور بشه میشه. البته خیلی مخلصی ما. آقا یا علی بریم، آقای کمالی بریم، چیکار میتونیم براتون بکنیم؟ به مطمئن هم رفتیم اونجا، حاج آقا سلیمانی نبود، نگفتن که اینو. سنم به چاک تا این زبله بر نگشته، خیلی خطرناک به نظر میرسه. آقا
ببینم خیلی کار داره. نه دیگه تموم شد، بارو بریم که اوضاع خیلی خیتن. شد اینم ماشین درست شد، اینم کارت. جدی میگی؟ بابا ای والا چطوری جونش کردی؟ میبینی آقای مشکینی حالا میتونی پرواز کنی، پر بزن. بله واقعا نزدیک بود بپرم هوا. آقای مشکینی جدا التماس دعا داریم، اون جلو میرید ما رو فراموش نکنید. باشید چشم شما، یعنی من دعا باشه چشم. عجیبه این سید هیچ وقت توی شهر پیداش نمیشه، همیشه توی خطه. حالا درست وقتی که کار ما گیر کرده یهو سر کلش پیدا شد. الله اکبر، خدا خیلی دوست داره. حالاش میتونم برم. یه دقیقه صبر کن، آدرس اردوگاهو بگیرم بده. خواهش میکنم همین یه بار رو اجازه بده من برم دیگه نمیرم. گفتم نه میکنم. یعنی نه بس همین یه بار از من خدمت دیگه برم برمیگردم دیگه از کجا ازت خواهش میکنم دیگه همین یه بار اجازه بده حاجی تو رو خدا حاجی همین یه بار رو فقط خواهش میکنم همین یه بار اجازه بده برم بیای بعد این بار تا گفتم جای دیگه گفتم جای دیگه گفتم یه بار خواهش یک بار دیگه بگی میندازم من تن حاجی ازت خواهش میکنم میفهمم چی میگی. ببینم آقا چی شده؟ چرا ناراحتی؟ نکنه تو هم میخوای برگردی عقب؟ نمیشه. میخوام برم جلو. شما جلو نمیرین؟ جانم من نه خیر، ما میخوایم بریم اردوگاه اسرایی که تازه گرفتن. اونا رو یه ساعت پیش بردن اهواز. اردوگاه کسی نیست. راست میگی؟ خدا رو شکر. پس یعنی ما بر میگردیم اهواز پیش اسرای نازنین. من منظورم اسرای جنایتکارای بسیت پدر سوختهای بی همه چیز. خیلی بی تربیتن آقا. من ببخشید معذرت میخوام. بابا عجب سرگردون شدیم ما. باید برگردیم اهواز. ای بابا من که اصلا دلم نمیخواد برگردیم. بابا ما تازه اومدیم منطقه جنگی، بذار عرق تنمون خوش شه. به 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 بوی خط مقدم میاد. به همین راحتی برگردیم؟
واقعا که ناراحت کننده است، واقعا که. خب دیگه ماموریت ما هم اینه، باید بریم اونجایی که اسرا هستن، کارش نمیشه کرد. اگه میرفتیم خط مقدم، اگه میرفتیم خط مقدم چی میشد؟ کم سعادتی شاخ و دم که نداره که، یعنی همین. تناب لطفا نمیتونی ردشید، بزن کنار. آخه واسه چی؟ عملیات شده، تا 24 ساعت نه کسی میتونه بیاد نه برگرده. آقا جون صبر کن. آقا ببین باسه ببینم. آقا جون بفرمایی. بابا ما همین یک ساعت پیش اینجا بودیم، نیم ساعت پیش به ما این دستور رو دادن. عجب حرفی، قربون شکل ماهت، ما کلی کار داریم، بذار برگردیم. آخه برادر عزیز ما میخوام بریم تو اردوگاه اسرا، از اسرا فیلم برداری کنیم تو اهواز. برادر عزیز اگه ممکنه اجازه بدیم ما برگردیم، ماموریت ما فیلم برداری از اسرای عملیاته. غیر ممکنه، لطفا ماشین از سر را برداری. که نمیتونیم برگردیم، ای کاش میتونستیم بریم جلو. بله چیزیش نیست بابا، حالش خوبه، گرما زده شده، چیزیش نیست، بیمارستان لازم نیست. چیه؟ معصوم شدی؟ ببریم دو. آقای مشکینی چی شد؟ آقای مشکینی از دژبانی که نمیزنن رچیم، کدوم بیمارستان کجاست؟ بیمارستان صحرایی، برو 20 کیلومتر جلوتره. آی آی
آی آی کجا داریم میریم؟ بگی بخواب، دارم میبرمت بیمارستان. آره خوبه، بیمارستان خیلی خوبه، خیلی خوبه. آی ببینم از رو پل کرخه کی رد شدیم؟ اصلا رد نشدیم، دارم میبرمت بیمارستان صحرایی. بیمارستان صحرایی کجاست؟ 5-6 کیلومتر جلوتر. جلوتر یعنی کجا؟ به طرف خط مقدم؟ خط که نه، ولی نزدیک هستی. بگی بخواب، چرا بلند شدی؟ بیمارستان همین طرف هاست، دیگه داری میرسی. من حالم خوبه، خوب شدم، اصلا احتیاجی نیست بریم بیمارستان. بیا من خوبم، حالم خیلی خوبه. صبر داشته باشید، دکتر باید شما رو ببینه. آخه نه لازم نیست، من خوب خوبم، نگاه کن دیگه هم نمیلرزم. به خدا من خوب خوبم، سالمه سالم، نگردار. نه شما هنوز حالت خوب نشده، دکتر باید شما رو ببینه. نه به جون کمالی، من حالم خوب خوبه، صحیح و سالم. به خدا اصلا طوری نیست، جون من نگردار. اصلا بابا حرکت برای من خوب نیست، یه چند لحظه استراحت بکنم حالم بهتر از اینم میشه. تو رو قرآن نگردار. مطمئنی که حالت خوبه؟ آره بابا، خاطر جمع باش، توپ توپم. خیلی زیرکی، تا بوی جبهه به دماغت رسید خوب شدی. ولی تا اونجا خیلی فاصله داریم، بیشتر از اینم نمیتونیم جلو بریم، کارتمون هم تا همینجا اعتبار داریم. چه خوب، یعنی چقدر بد شد. آره بد شانسی آوردیم، نمیتونیم برگردیم، نمیتونیم بریم جلو. راستی اونجا رو میبینی؟ ایسکا سلواتیه، یه استراحتگاه برای رزمنده ها، هموم، آرایشگاه، نهارخوری، از اینجور چیزا داره. موافقه بریم یه نهاری بخوریم و برگردیم؟ برگردیم؟ متاسفم، ناچاریم برگردیم. خب واقعیت رو باید قبول کرد، گاهی اوقات لازمه که آدم پا رو تمایلاتش بذاره. میگم خب اگه قراره برگردیم، خب یکم زودتر، چه اشکالی داره؟ نمیخوای همون بگیری؟ نه قربون شما، حالت جا میره؟ آره من حالم خوبه، فقط هر چیز زودتر نهار بخوریم که برگرد. چیه؟ هیچی، بد جوری گرسنم. این ماشین علی سمیعیه. ببین به چه روزی افتاده، آبکش شده، خدا کنه اتفاقی براشون نیفتاده باشه. پس خودشون کجان؟ نکنه بلایی سرشون اومده؟ نه بابا، باید همین جاها باشن، ولی من این همه رفتم جبهه و برگشتم یه همچین اتفاقی ندیدم. باید همین طرف ها باشن. به به، عجب سری زدن، قیافت کلی عوض شدش، دیگه گمون نکنم کسی بشناسده. برای صلواتیش یه صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نفر بعد. به، سلام علیکم بابا، شما کجایید؟ به، سلام علیکم آقای جان. نوچه، حال شما خوبه؟ خسته نباشی. چه بلایی سر این زمون بسته آوردی؟ میبینی؟ هنوز به خط دوم سوم نرسیده بودیم که دوتا خونپاره بوم بوم این ور اون ور اون افتاد. اما ما فلنگو بستیم، پورتابل هم بپورتیم، دوتا ترکیش انقلی از توش هم کشتیم. ماشین را میری؟ آره، شانس آوردیم که آتیش نگرفتیم، بغل باکشم سلاخ شده. چقدر فیلم گرفتیم؟ هیچی، همون اول کار سرتا کردیم برگشتیم. ببینا
ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ از این دلاور بپرس. چطور مگه؟ ما رو کشیده اینجا که چی؟ خط رو ببینی. خدا توفیقش بده. عجب دلی داره. خواهش میکنم. آقای کمالی مخلصه رو جمع میکنه. با اجازتون. ببینم قبلا هم این طرف ها بودین شما؟ بله. زمان دانشجویی هم فیلم برداری میکردم هم یه چندتای تانک ترکوندم. عجب بس آرپیجی تن هستی. با اجازتون. البته یه تیر بزرگ تانک بهم خورد که از اون به بعد بگینگی یه مقدار اوضاع احوالم به هم ریخته. عجب. بله حالا در خدمت شماییم. آقای مشکینی از همکارای جدیده. انصافاً که جوان پاکیه. ببینم شما کارت تردد منطقه داری؟ آره میخواد. تا کی اعتبار داره؟ تا 48 ساعت اعتبار داره. فکر کنم داره جور میشه. ببینم تا خود خط هم میتونیم بریم؟ اگه بخوای آره. البته ما که احتیاجی نیست بریم خط مقدم، ولی اگه بدیش به ما یه چرخ همین برا میزنیم. باشه مال شما، به درد ما که نمیخوام. اینم از این، بفرمایید. به به آخه ببخشید من یه ماموریت فوری دارم، وقتم هم خیلی کمه. اینه که لط کنین یه دستی به سر روی من بکشین. من حرفی ندارم، برای این برادر نوبت گرفتن و... ببخشین آقایون، اجازه بدین کار ما یکم زودتر را بیفته. من یه کار مهمی دارم، یعنی یه ماموریت حیاتیه، یعنی که باید زودتر برگردم. شرمندتونم، بیشتر از این هم نمیتونم توضیح بدم. خب ما هم حرفی نداریم. کار شما که را بیفته، کار جنگ را میفته. چاکرت هم هستم. برای سلامتیش یه صلوات. فکر میکنم از بچه های اطلاعات شناسایی باشه. ببخشید یه جوری بزنید که از این قیافه در بیام. دلم میخواد خیلی تغییر کنم. رو چشم حتما. همه جا رو یاد گرفتی ها. حسابی را افتادی. یه خبر خوش، قضیه حل شد، میتونیم بریم جلوتر. جلوتر؟ یعنی خط مقدم؟ باز که بیتابی کردی. میریم جلو دیگه، چه فرق میکنه کجا. تو نارخوری منتظرتم. بعد از اصلاح بیا اونجا تا را بیفتیم. من رفتم. باشه حتما. سر بسیجی تبرکه، خدا شاهده بی وضو دست بهش نمیزنم. سر تو بالا بگیر بسیجی سر بالا. خط میری منم ببر. شرمنده ماشین خرابه، باید ببرمش اهواز، احتیاج تعمیر اساسی داره. جعفر آقا به به عجب چیزی ساختم. تمومه بفرمایید. سلامتی رزمندگان اسلام صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ایستا ببینم مرد حسابی تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا من هر چی باید بکشم از دست تو؟ خونه رو بر کردی به امون خدا اومدی اینجا که چی؟ به به آقای مشینی شما هم که علالی ای بلا بابا ای بلا اینو زودتر میگفتی من خونه رو در روزه تموم میکردم نوکرتم ویلکم نوکرتم صد خان حالا ما ایچی شما هم ایچی خودت سر خونه رو بر کردی اومدی اوستا به خدا من گرفتارم آخرت خونه رو ول کردی به امون خدا؟ همینجوری ول کردی به امون خدا؟ شما اصلا نگران نباش همین روزا برمیگردم برمیگردم 100% خونه رو تحویلت میدم پولش هم فکرشو نکن انشالله جور میشه اوستا من عجله دارم باید برم کجا؟ کار واجبی دارم حقیقتش اینه که این آمبولانس احتیاج به تعمیر اساسی داره من حتما باید برسونمش اهواز دستم به دامنت بالا گرفتن این خونه رو هر چیز زودتر تمومش کن دیگه سفارشت نمیکنم خیالت تخت تخت باشه شما برو به امان خدا من خودم ردیفش میکنم نوکرتم هستم برو خداحافظ قربونت برم بابا دوردن به بشر تانما اولماز الله اکبر کفش رو بده واسط واکس بزنم خیلی ممنونم ازت اللهم صل علی محمد آل محمد بذارید یه چیزی هم گیر ما بیاد بابا بله اگه نمیتونم جنگ کنم خاک کفشاتونو که میتونم پاک کنم نمیتونم ببین پدر جون من باید برم فرصت ندارم یا آقایی میاد اینجا یه پاش میلنگه موهای جوگندمی داره اسمش کمالیه از طرف من بهش بگو صادق گفت من دیگه طاقت ندارم دیگه نمیتونم اینجا بمونم بگو که من حلال کنم باشه بله باشه چشم خیلی ممنون ولی من میگم باید ببرمش اهواز اینجا درست نمیشه این حرفو نزن یا آمبولانسم یا آمبولانسه بابا خراب میشه دوباره جعفر بابا من یه کاریش میکنم که دیگه خراب نشه حداقل دو سه روزی برات کار بکنه بعد ببرش اهواز هر بلایی سرش میخوای بیاری بیا الان توی خط لازمش دارن بپر باری اصرار بزن این دهمین باره که یه حرفو میزنی تو اگه این کاره بودی تا حالا درستش کرده بودی ای بابا درستش کنی جعفر آقا دیگه یه اوردمش دیگه خود ترتیبش رو بدی بذار باشه کار بذار چیکار کنم اینا چه زودتر جعفر آقا زودتر الان ترتیبش رو استاد میده یه زارد بزن فکر کنم دیگه درست شد خدا کنه آها برو خیالت راحت باشه تو این موقعیت نباید گذاشی آمبولانس بخوابه تو خط لازمش داره توکل به خدا با مسئولیت شما ها بازم گفتی نوکرت هم جعفر برو 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 خدمت برو که انشالله طوری نمیشه برو Thank you.
آقا شما اسم کمالیه؟ بله. دنبال اون رفیق جوونه اسمی چی بود؟ صادق. دنبال اون میگردی؟ آره آره. خب گفت بهت بگم دیگه طاقت نداره، نمیتونه صبر کنه، صبر سر اومد. خب حالا کجاست؟ رفت. کجا رفت؟ پشت یه آمبولان سوار شد و رفت. کدوم طرف؟ فکر میکنم رفت طرف خط. رفت؟ بله. چرا؟ چرا جلوشو میگیرید نمیذارید بره؟ گناه داره با. والا به خدا من جلوشو نگرفتم، خیلی عجله داره، ترمزش بریده. جلوشو نگیری میره تو دل دشمن. آخرش کار دست ما میده. ما رو باش ببین چی رو با خودمون آوردیم. آخرش ما رو با خودش نندازه تو اچل شانس آوردیم. خدا جون شکرت. جون سالم به در بردیم. نظرم ادا. شکرت خدا جون. شکرت. میدونم. ای کاش اینطوری نمیشه. آره خیلی بد شد. خب خدایا چی کار کنم؟ دست خودم نیست، خودت بهتر میدونی. خب زن، بچه، خونه، زندگی، پدر. آی 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 بس دیگه صادق، بس. گند زدی گند. آخه آخه خودشونم، منم آدمم. آخه یو نمیشه، من شنا بلد نیستم، غرق میشم. من اون انداز وسط ها اصلا قول میدم، به خودت قسم قول میدم که دیگه اصلا اینطوری نشه. اصلا خودم میام اصلا میرم داوطلب میشم بعد میام. اصلا میرم اسم می نویسم، تفنگ دست می گیرم. چطوری؟ لا اله الا الله. اینجوری شو دیگه ندیده بودیم. اصلاحشو بکنه، قصرشو بکنه، را بیفته بره خط. یعنی چه؟ هر چیزی حدی داره. جونمونو که از سر راه پیدا نکردیم. ببخشید، خواهش میکنم فقط یه کمی درکش کنید. استغفرالله. بابا ایوالله، ترمز بریدی که بریدی برادر، دیگه چرا ما رو تو در سر میندازی؟ بفرمایید پایین آخرشه، بفرمایید، بیا پایین، بیا پایین، خدا خیرت بده، بیا پایین آخرشه، بفرمایید. آقای مشکینی، آقای مشکینی، این خونه خاله شه، همینطور باید سوار شده بدون اجازه. آقا جون میدونی چیه؟ بذار راحتت کنم، من دیگه خسته شدم.
میدونم میدونم، ولی مگه ما قرار نذاشتیم که با هم بریم و با هم برگردیم؟ خب مرد مومن، منم هم دارم همون طرف میرم دیگه. پس تو هم میخوای با من بیای؟ خب من از اولش هم دارم میخواستش با شما بیام. خب خب پس چرا زودتر نگفتی؟ سوار شو. سوار شو که ناشیگری کردی. آدم به کم طاقتی تو نده. حالا بگو ببینم، انصافا دلت اومد بدون اینکه به من بگی همینطوری را بیفتی بری؟ پیش خودم گفتم اگه براتون توضیح بدم ممکنه مسخرم کنی. استغفر الله، چرا مسخرت کنم؟ این احساس طبیعیه. البته منم یه کمی مثل شما بودم، منتها شما یه کمی فرق میکنید، تند میرید. منو ببخشین که باعث ناراحتیتون شدم. توف این زندگی که آدمو بیچاره خودش میکنه. شجاعت، دلیری، چه میدونم، همه اینها خوبه، اما هر چیزی زیادیش خوب نیست، باید کنترلش کرد. یه قربون آدم چیز فهم، منم همینه میگم. من میگم آقای کمالی، زن و بچه و خونه و زندگی جای خود، جبه و جنگ و توپ و تفنگ هم جای خود. اصلا چرا نمیگی؟ یه وقت پیش میاد آدم تا قلب دشمنم پیش میره. خب بره، ما هم میریم، چه اشکالی داره؟ اصلا وظیفه است. به موقعش بله. خوشم اومد. آفرین. درست میگم یا نه؟ آره درسته. جدی؟ شما موافقی؟ بله که موافقم. جدی؟ جدی میگم، باور کنید. جون من؟ بابا ای والا. اصلا وجود یه همچین آدمی تو واحد فیلم برداری تلویزیون یه غنیمته. این حرفو نزنید. به نظر من شما این چی بود؟ چی؟ اون تانکه، اونها یکی دیگه هم بجاست. اینا تانکای منهدم شده دشمنه. یه زمانی این منطقه دست دشمن بود که ازشون پس گرفتن. ببین لامصبا تا کجا اومدن؟ آدم لجش میگیره بزنه به سیم آخر بره. خدایا ما که از اینجا حارت نشده بودیم، اینجا دیگه کجاست؟ برید جلو بزن کنار. خیلی ممنون اخوی، دعا بفرمون. نه بابا، اینم آدمه، میفهم من چی میگم. آدم هانی که نیم ماشینه چرا گل میمالی؟ برای اینکه دشمن ما رو نبینه. دشمن؟ کو دشمن؟ این دیگه چی بود؟ نه ترس، توپخونه خودیه. مگه از این فاصله هم میتونه بزنه؟ این که چیزی نیست، تا 4 یا 5 کیلومتر میزنه. ما که همش 2 کیلومتر فاصله داریم با خواهد. دو کیلومتر؟ آخه باور کرده ما یعنی از این من از این طرف آخه چه مک باور کردنش مشکله ها؟ می‌بینی اصلا احتیاجی نبود با اون آمبولانس بری؟ موسیقی
اگر با من نبودش هیچ میلی، اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا زخم مرا بشکست لیلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی، به من آن با وفا رو کار باشد، به من آن با وفا رو کار باشد، گدایی من او را غار باشد، گدایی من او را غار باشد. یقین دارم